به نام خداوند بخشاینده مهربان، خداوند روزیده رهنمای. سلام علیکم، وقت شما عزیزان بخیر باشه. شما همراهان همیشگی رسانه جهانی هادی که امشب هم فرصت کردید و به ما افتخار دادید و همراه به وقت بیداری هستید. تشکر میکنیم از ارتباط شما عزیزان با فضای رسانه‌ای و مجازی برنامه های ما که پیام های بسیار ارزشمند شما به ما رسید. بسیار تشکر میکنیم. انشاءالله که بتوانیم نظرات سازنده شما عزیزان در برنامه های ما به کار ببندیم. چهارشنبه شب دیگر هست، جناب استاد رمضانی تشریف آوردند و امشب که مصادف است به روایتی با شب وفات حضرت سکینه سلام الله علیها، با این موضوع در خدمت شما عزیزان هستیم. سلام علیکم استاد، شب شما بخیر، خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما مجری محترم آقای ناصری عزیز و همه بیننده های بسیار محترم و عزیز سلام عرض میکنم و از خداوند سبحان طلب میکنم به همه ما توفیق معرفت بیشتر، علم و دانش بیشتر و عمل به وظایف من را عنایت بفرماید و این مطالبی که در جلسات مطرح میشود انشاءالله نافع به حال خلق خدا باشد. انشاءالله. بسیار تشکر استاد رمضانی عزیز. محرم سفر به پایان رسید و امشب باز هم با توجه به مناسبتی که در آن قرار داریم، شب وفات حضرت سکینه خاتون سلام الله علیها، دختر گرامی حضرت امام حسین علیه السلام، برنامه ما به مناسبت این وفات و این مناسبت نگاهی خواهد داشت به زندگی حضرت و فضایل آن. انشاءالله که امشب هم بتوانیم مثل هر شب در خدمت عزیزان باشیم تا پایان برنامه و مورد استفاده عزیزان واقع شود. در خدمت شما هستیم استاد، آغاز بفرمایید و انشاءالله که اگر سوالی بود بنده انشاءالله شما خواهم پرسید. بله، موضوع بسیار زیبایی هست، به خاطر اینکه آقای ناصری عزیز، ما در زندگی خود نیاز به الگوهای داریم در سنین مختلف. یعنی جوان ما نیاز به الگوی رفتاری دارد، پیرمردمان نیاز به الگوی رفتاری دارد، بانوانمان، زنانمان نیاز به الگوهایی دارند که بر اساس رفتار آنها، کردار آنها، گفتار آنها، سبک زندگی آنها را بشناسند، در زندگی خود به کار ببرند و همچنین جوانانمان. بنابراین چون حضرت سکینه سلام الله علیها یک شخصیت بسیار گرانقدر هستند و در کنار ای، در کنار تمام فضایلی که دارن، از جمله یادگاران کربلا هستن و پیام آور کربلا هستن، بسیار به جا هست که به عنوان یک شخصیت بسیار عالی قدر بیشتر با رفتار و فضائل و بیانات ایشان آشنا بشیم و جوانان ما، دختران ما، زنان ما با اقتدا به این بانوی گرامی و درس گرفتن از سبک زندگی این بانو بتونن انشالله به سعادت و کمال خود برسن. انشالله. من یک مقدمه خیلی مختصری خدمت بیننده های محترم اشاره میکنم در ارتباط با یک زندگی نامه خیلی مختصر. انشالله باز در بخشای بعدی به گوشه از فضائل و سیره عملی حضرت اشاره میکنیم. نام حضرت آمنه هست یا امینه که در کتاب ها ذکر شده. سکینه لقب حضرت هست به معنی آرامش و وقار. خود همی نام و لقب بسیار برای ما جای گپ و گفت داره، به ما به تعبیر گپ میزنه. نام نیکو نهادن بر فرزندان خودش یک درسیه که از حقوقیه که فرزند بر پدر و مادر داره. یعنی نامی که مفهوم داشته باشد، امنیت بخش، و با لقب به معنی آرامش وقار، که خب شایسته هر زن مسلمان است که و هر انسانی است که با وقار باشد، با آرامش زندگی بکند. یا وجود مقدس حسین ابن علی به دختر گرامیشان لقب خیرت النساء دادن، یعنی بهترین زنان. یا در بین خاندان اهل بیت معروف بودن به عقیلت القریش، همچنان که وجود مقدس زینب کبرا سلام الله علیها را میگفتن عقیله بنی هاشم، به این بی بی گرام میگفتن عقیله القریش، یعنی بانی با فضیلت و دانشمند قریش. خب ایشان در کربلا تشریف داشتند، حدود
تقریبا بین 12 تا 15 سال نقل میکنن و ازدواج کرده بودن. جناب عبدالله ابن حسن پسر عموی خود گرفته بودن و شوهر گرامیشان فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام در کربلا شهید شدن. برادر کوچک جناب بانو سکینه یعنی عبدالله رضیع که تنبو طفل 6 ماه بود و ایشان هم در کربلا شهید شدن. مادر گرامیشان بسیار بانوی با شخصیت با فضیلت و با معنویت بودن به نام رباب دختر امرؤالقیس که بسیار با وفا بودن، بسیار با ادب بودن، بسیار نسبت به خانواده و شوهر مهربان بودن و نسبت به امام زمان خودشان که حسین ابن علی بودن مطیع بودن. بانوی گرامی مادر ایشان جناب رباب طبق نقل تاریخ از راویان حدیث بودن و احادیث نقل کردن و روایات ایشان مورد اعتماد هست. در شعر و ادب و فصاحت ید طولایی داشتن، چون خب پدرشان هم امرؤالقیس هم از شعرا بود و ادب و معرفت ره در حقیقت با شیره وجود خود به دخترشان جناب سکینه تقدیم کرده، تا جایی که یک بانوی نویسنده عربی است به نام بنت الشاطی میگه حقیقتا به حقیقت جناب سکینه از لحاظ اصالت و نسب عالی ترین اصالت و نسب را دارن و از یک عزت پایدار برخوردارن. پدر وجود مقدس حسین ابن علی فرزند رسول خدا، مادر بانوی با فضیلت رباب. خب در یک همچین موقعیتی تحت تربیت این گونه اشخاصی مسلم است که یک انسان فرهیخته پرورش پیدا میکند. استاد در همین چند دقیقه ابتدایی برنامه که هنوز حضرت علی فرمایشات ابتدایی و مقدماتی خودتان بالاخره بیان میدارید و عزیزان هم استفاده میکنن، یک آه و افسوسی در دل بنده و شاید بعضی از همراهان برنامه ایجاد شده باشه که چقدر کم میشناسیم حضرات و چقدر فرصت ها کم بوده برای معرفی این حضرات که ما فقط یک نام حضرت سکینه، حضرت سکینه سلام الله علیها را در بالاخره اتفاقات عاشورا ما زیاد میشنویم، ولی این همه فضایل، این همه اطلاعاتی که شما فقط در همین چند دقیقه ابتدایی به عزیزان بالاخره ارائه کردید بسیار ارزشمند بود و چه فرصت خوبی داریم امشب که در محضر حضرت بالاخره اطلاعاتی از لسان مبارک و گرم شما از استاد عزیز میشنویم. بزرگوار، در واقع نکته‌ای که شما فرمودین نکته‌ای هست که جای تأمل داره، به این معنی که وقتی ما به تاریخ نگاه میکنیم شخصیت‌های بسیار عالی قدری داریم که اینا میتونه زندگی نامه اینها، داستان زندگی آنها برای ما سراسر درس و نکته های زندگی باشد. به خاطر که در حقیقت آنها از نزدیک با قرآن اهل بیت مأنوس بودند. تا جایی مقام جناب سکینه در نزد حسین ابن علی بالا بود که حضرت میفرمودند او خانه‌ای که رباب و سکینه باشد را من دوست دارم. خب دوستی امام با دوستی های انسان های عادی فرق میکنه. جدایی از این که سکینه سلام الله علیها دختر حسین ابن علی بودن، اما این ابراز محبت ها به شخصیت این بانو این نشان دهنده اون مقام قربی است که در نزد خداوند دارن. چون همین رقم که در قرآن کریم داریم که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در نزد خداوند گرامی ترین شما با تقوا ترین شما هست، در نزد اهل بیت هم چنین است. یعنی حتی گاهی ممکنه یک کسی اگر رفتار نامطلوبی داشته باشد امام به نام او اشاره بکنن که تو در نزد ما قربی نداری اگر این گونه عمل بکنی. گاهی کسانی رو از خود دور میکردن، یک کسی به دیگری یک حرف بدی زد، توهینی کرد، امام فرمودن از من دور شو، این رقم صحبت کردن سزاوار نیست. اما کسانی که به خود نزدیک میکنن، ابراز محبت میکنن، این نشان دهنده او جایگاه عالی داره که او شخص به دست آورده. از کجا به دست آوردن؟ در حقیقت وقتی نگاه میکنیم انس با قرآن و انس با اهل بیت، کلمات اهل بیت و شاگردی در خانه اهل بیت، اینا رو به این
اوج عزت رسانده. عزت ایشان در عزت ایشان همین بس که هم خواهر شهید، هم همسر شهید، هم دختر شهید، بسیار بله، هم برادر شهید، بله، هم برادر برادرشان، بله بله، برادرشان هم که عبدالله رضی بله. بود اون وقتی که حسین ابن علی دیگه یارانشان شهید شده بودن، بودم این طفل رو بدید که من با او بله خداحافظی بکنم و طبق بعضی از نقل ها آخرین حجت رو بر ایقام تمام بکنم. خب استاد اگه اجازه بدید ادامه این بحث شیرینه، بحث بسیار مفید و بالاخره سازنده رو در بخش بعد در خدمت شما باشیم. با ما باشید، به وقت بیداری رو میبینید با نگاهی گذرا به زندگی و فضائل حضرت سکینه سلام الله علیها. امه سادات همانند و قرینه، دریای کمالی و وقاری سکینه، هم فرش نشین استی و هم عرش مقامی، هم امه و هم خواهر و هم دخت امامی. باز هم تسلیت عرض میکنیم شب وفات حضرت سکینه سلام الله علیها را به یکایک شما همراهان، شما عزیزان و شما بزرگوارانی که افتخار دادین به بنده و همکارانم و برنامه به وقت بیداری را دنبال میکنید. نمبر مثبت 964-780-255-4013 در اختیار شما هست. حتما پیام های ارزشمند خودتان مانند همیشه از این طریق با ما به اشتراک بگذارید. در خدمت شما هستیم و جناب استاد رمضانی عزیز در ادامه بحث انشاء حدیثی بسیار زیبا عزیزان لطف کردن در میان برنامه تقدیم همراهان کردن، حدیثی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که نشان میده که چقدر محبت به اهل بیت، ارادت به اهل بیت تأثیرگذار هست، حتی در چهره افراد نورانی تر هستند. زندگی ما ان شاء الله نورانی باشه به این لطف و به این محبت. در خدمت شما. بله خیلی عالی بود. در حقیقت این بیانگر این مطلبه که مسائل روحانی در جسم هم اثر میگذارد. وقتی روح انسان با محبت اهل بیت مأنوس بشه و نورانی بشه، این نورانیت در ظاهر هم خودش نشان میده. باز از این استفاده بکنم، یک حدیثی هم هست که وجود مقدس پیامبر فرمودند که من مات علی حب آل محمد مات شهید، اللهم صل علی محمد و محمد. آنقدری خاندان در نزد خداوند گرامی هستند که اگر کسی با دوستی این خاندان از دنیا بره، ثواب شهید خدا به او مرحمت میکنه. به وسط برنامه یک دعا کنیم، خدا انشاءالله ما را با محبت اهل بیت زنده بداره و با محبت اهل بیت از این عالم با ایمان کامل به عالم بعدی منتقل سازه و در قیامت هم در کنار خانه اهل بیت ما را در بهشت فردوس مأوا و مسکن عنایت بفرمایید. الهی خب از فضائل بیبی سکینه سلام الله علیها چند تا اشاره بکنین، گرچه من فکر نمیکنم به جلسه بتانیم بیان کنیم، ولی خب به اندازه ای که فرصت داریم باز هم غنیمت میشماریم. یکی از فضائل بیبی او علم و معرفت و جایگاه علمی حضرت بود و عقل به تعبیری بارور شده و فهیم این بیبی بود که عرض کردیم به حضرت میگفتن عقیلت و قریش. در کتاب های رجالی خب نگاه میکنیم، چون در بحث نقل حدیث کتاب های مختلف نوشته شده که یک حدیث وقتی نقل میشه از پیامبر، از امام،
ای باید راویان او آدم‌های مطمئن باشند، ثقه باشند، امنیت به تعبیری امین باشند، تا وقتی ما کلام گوش می‌کنیم طبعاً بفهمیم که کلام معصوم هست و بر اساس عمل کردن به او به سعادت برسیم. از جمله کسانی که در جمله راویان حدیث نام ایشان ثبت شده به عنوان یک راوی بسیار معتمد و ثقه، جناب بانو سکینه علیها السلام هستند. روایات متعدد ایشان نقل شده و این حاکی از علم و معرفت و جایگاه عالی حضرت. یک روایت از بیبی نقل شد در ارتباط با اهمیت قرآن و توجه به مفاهیم قرآن. بیبی از وجود مقدس امیر مؤمنان نقل میکنن که حضرت امیر فرمودن که رسول خدا فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم حملة القرآن عرفاء و اهل الجنه یوم القیامه، یعنی حاملان قرآن کسانی که نه فقط تلاوت میکنن بلکه به علاوه که تلاوت میکنن تدبر و تفکر میکنن و معارف قرآن را در وجود خود حمل میکنن. قرآن در سینه های آنهاست، در سینه های آنهاست و در رفتار آنها نمود داره. اینا در قیامت عرفاء و اهل الجنه. عرفا را مرحوم طرحی در مجمع البحرین عرفا را میگه جمع عریف است. عریف یعنی رئیس یک قوم، یک نماینده به تعبیری. این در قیامت یک انسان های برجسته ای هستند که اینا از یک دسته های ریاست میکنن. اینا به تعبیری میتونن شفاعت بکنن. کسانی که با قرآن و معارف قرآن مانوس باشن به فرموده بی بی سکینه سلام الله علیها اینا میشن عرفا و نمایندگان و انسان‌های برتر بهشت در روز قیامت که میتونن از قوم و افرادی که لیاقت دارن، شایستگی دارن، اینا شفاعت بکنن و در نزد خداوند برای اونها طلب عفو و بخشش بکنن. یا در اون روایت بسیار معروفی که خب بیانگر اینه که وجود مقدس حسین ابن علی خواستن که همواره یاد ایشان در ذهن کل بشریت تا قیامت بمانه، او حدیث هم راوی او جناب سکینه سلام الله علیه هستن که شیعتی ما ان شربتم ما عذب فذکرونی او سمعتم بغریب او شهید فندبونی، یعنی شیعیان من اگر آب گوارا می نوشید مرا یاد کنید. السلام علیک یا ابا عبدالله. وقتی آب گوارا می نوشید سلام بدید به من، یاد کنید که من در راه حق، که حق همون آب حیات است در حقیقت، که زندگی معنوی انسان به حق استوار میشه. اگر به شما از قریبی به قریبی برخوردید، یک کسی بینوایی، یک کسی که حق او را به تعبیری ستاندن یا مورد ظلم واقع شده یا او را شهید کردن، کشتن، به یاد من بیفتید، چون من همون حقی هستم، حقیقتی هستم که در راه حق قیام کردم و مرا در کنار شط فرات بالا به تشنه شهید کردن. یا حدیث دیگری حضرت نقل میکنن که این حدیث مرحوم علامه مجلسی از فاطمه دختر وجود مقدس امام هشتم و ایشان از فاطمه دختر امام هفتم، از فاطمه دختر که به فاطمه معروفه تا میرسه به فاطمه دختر حسین ابن علی و سکینه، این دو نفر با هم نقل میکنن که باز حسین ابن علی فرمودن که حضرت امیر فرمودن که پیامبر فرمودن وقتی من در بهشت رفتم در او جریان معراج وارد بهشت شدم یک قصر بسیار نورانی دیدم که دری داشت از در و یاقوت و با توصیفات خاص و پرده بود بر سردر و نوشته بود محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله و علی و ولی الله، دیگه توصیفاتی که و اونجا باز محبت اهل بیت در او روایت هم بسیار نمود داره که کسی که محبان اینها باشد به چه نحوی خدا من لطف میکنه. پس یکی از فضیلت های بی بی ای علم و دانش بود. ای برای دختران ما بسیار جای الگوگیری هست که میتوان در اوج جوانی، در اوج تمام کمالاتی که داره انسان، علم و معرفت داشته باشه و با فضیلت باشه. در بحث ادب و شعر حضرت یک جایگاه خاصی داشتن که از مادر خود به ارث برده بودن. حتی تا جایی که
شعرای بزرگ مثل فرزدق و برخی دیگر اینها، اینا اشعاری که می سرودن خدمت بیبی ارائه می کردن با یک واسطه و حضرت نگاه می کردن، نظر خودشون می گفتن، پس به با همو واسطه به این فرد منتقل می کردن، به تبیر نمره می دادن اگه جای اشکالی بود این جایگار داشتن. از جمله فضائل بیبی عفت و حیای بیبی بود. این خیلی برای حتی برای مردان ما، یعنی الگو بودن آنها زن و مرد فرق نمی کنه، برای همه الگو هستن. عفت برای مرد هم هست، برای زن هم هست. یک تکه تاریخی بسیار هم غمگین است، هم دردآور است و هم نشانه اوج عفت و حیای این بیبی هست. آقای به نام سهل ساعدی، ای از اصحاب پیامبر بود، از انصار و اصحاب پیامبر بود، صحابی بود. این نقل میکنه که من سفری میخواستم برم به سمت بیت المقدس، از جریان کربلا خبر نداشته، چون اون زمان خب تبلیغات بیرقم نبوده که مثلا یک رادیو باشه، یک تلویزیون باشه که همه خبر بشن که جریان چیه. میگه من از کنار شام عبور میکردم که مردم شام هلهله دارن، هلهله دارن و آذین بستن. من گفتم خدایا این اهل شام یک عیدی دارن که ما خبر نداریم، الان که عیدی نیه، زمان عید نیه، به تعبیر ماه محرم و ماه سفر و اینا، عیدی من خسران ندارم. بعد دیدم که خب یک عده هلهله میکنم، عده ای رم به تعبیری به اسیری گرفتن و میبرن. از یکی پرسیدم که چه خبره، گفتم خب تو خبر نداری جریان این سری که بر نیزه بلند است، این سر حسین ابن علی است. گفتم وا ویلا، خداوند چه صبر و تحمل داره که اهل زمین را فرو نمیبرد. بعد رفتم خدمت یکی از بانوان، پرسیدم نام شما چیه؟ گفتن من سکینه دختر حسین هستم. گفتم بیبی جان، شما یک خواسته حاجتی چیز دارین که من الان در حد توان خود بتونم انجام بدم؟ چی فرمودن او قسمت؟ فرمودن جناب سهل ساعدی، اگر دوست داری کاری بکنه بر محل بیت، این سرها بین ما زنها هست، این مردم که میان نگاه میکنن، برخی از این مردا چشمای بد دارن، به ما نگاه میکنن، به سرها که ما نگاه میکنن، شما یک صحبت یکی بکنی با کسی که اینا نیزه به دستشون از حامل سرهای شهدا هستن، اینها رو جلو جلو ببرن که وقتی بنا نگاه میکنن به چهره های ما نگاه نکنن. سهل ساعدی میگن من مقداری به او حامل سرها پول دادم، اونم قبول کردم، مقداری جلو رفتم که در او حالت به چهره های این بانوان نگاه نکنن. یعنی در اوج مصیبت، شوهر از دست داده، برادر از دست داده، پدر نزدیکترین عزیزان از دست داده، اما به فکر حیا و عفت در حال اسیری، در حال اسیری سرهای اسیران در لابلای این جمعیت، خیلی سخت است، خیلی سخت. این هم یک فضیلته که بسیار باید در او تأمل بشه. از جمله فضائل بیبی سخاوت و بخشندگی حضرت بود. اصلا خاندان اهل بیت کلن خاندان کرم هستن. ما در زیارت جامعه میخوانیم، جامعه که از امام هادی علیه السلام نقله، در توصیف اهل بیت بسیار زیارت جامع و کاملی هست. در یک بخش از این زیارتنامه است که به اصول الکرم گفته میشه، یعنی شما اهل بیت، خاندان اهل بیت ریشه های کرم هستید. یعنی در هر کجا، هر جایی، هر شخصی که کریم باشد، بخشنده باشد، اهل سخاوت باشد، ریشه او برمیگرده به اهل بیت علیهم السلام. بله، بسیار درخشان استاد. اگر اجازه بدید ادامه فرمایشاتتون در بخش بعد بشنویم، ان شاءالله که عزیزان هم همراه ما هستند و همچنان از این فضای معنوی استفاده میکنند. ان شاء الله. سلامت باشید. با ما باشید. با وقت بیداری، امشب که شب وفات حضرت سکینه سلام الله علیها هست، این برنامه را تقدیم نگاه مهربان شما عزیزان میکنیم. Oh,
کوثر زهرایی و هم دختر زهرا، با زینب کبرا شده هم سنگر زهرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر میکنیم از همکاران بسیار پرتلاشمان که این احادیث بسیار زیبا را در درنگ های برنامه، در فرصت هایی که دست می تواند پخش میکنند. بسیار درخشان هست احادیث زیبا از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در بخش اول و حدیثی از امیر المؤمنان علیه الصلاه و السلام در این بخش. انشاءالله که مورد استفاده شما عزیزان واقع شود. در فضای مجازی ما را دنبال کنید، از طریق آپارات، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب می توانید با سرچ موضوعی برنامه ها به این برنامه ها دسترسی پیدا کنید. حتما دنبال کننده باشید و به همه عزیزان و اطرافیان خودتان هم لطف بفرمایید که حتما اعلام بفرمایید تا این برنامه ها را دنبال بفرمایند. حتما در پایین این برنامه ها سابسکرایب هم فراموش نشود. در خدمت شما هستیم در شب وفات حضرت سکینه سلام الله علیها و جناب استاد رمضانی عزیز. دقایق پایانی برنامه هست، بخش پایانی، و میخواهیم بیشتر استفاده ببریم. بله، خب من فرصت را غنیمت میشونم یک چند تا دیگر مسائل حضرت را اشاره میکنم. اشاره میکردیم که کلا خاندان اهل بیت اهل سخاوت و بخشندگی و کرم هستند و این صفات در فرزندان آنها، در حتی خادمان آنها تاثیرگذار هست. از جمله حضرت سکینه سلام الله علیها بسیار بخشنده بودن. او شعرای گاهی در رسای اهل بیت اشعار می سرودن، به اونها صله می دادن، بخشش می کردن و حتی یک بار 1000 درهم به وجود مقدس زین العابدین علیه السلام دادن که بین فقرای اطراف شهر، مساکینی که زندگی می کنن، توزیع کنن و از این کارها فراوان داشتن. این خوبه برای ما درسه که ما در هر موقعیتی که هستیم، عالم هستیم یا در موقعیت زندگی اجتماعی من، هر جایی که باشیم، از یاد فقرا و کمک به دیگران غفلت نکنیم در حد توان خود. از دیگه شاخصه های فضیلت بیبی عبادت و معرفت خدا بود. اینا این خاندان غرق در معرفت خدا هستند. وجود مقدس حسین ابن علی فرمودن دخترم سکینه بیشتر اوقات مشغول عبادت بود و بیشتر حالات دخترم غرق در مشاهده جمال ازلی بود. خیلی جمله با معرفت و بلند و بالایی است که یعنی گویا هر آن خدای متعال را با حقیقت ایمان و حقیقت یقین می‌بیند. سطح معرفت چقدر؟ سطح معرفت. چون یه وقتی کسی از علی پرسید که یا علی، شما خدایی را که می‌پرستی دیدی؟ فرمودن که من خدایی را که نبینم نمی‌پرستم، اما بدان که خدا با چشم دیده نمیشه، به حقیقت ایمان و حقیقت یقین دیده میشه. و ایره در فرزندان خود ایره تعلیم داده بودن. حضرت سکینه فرمودن بیشتر اوقات غرق در مشاهده جمال ازلی بود، یعنی به همون حقیقت یقین و معرفت و مشغول عبادت بود. دیگه از فضائلی که باز حضرت سکینه سلام الله علیها داشتن، صبر و استقامت عجیبی داشتن. خب در اون موقعیتی که معمولا بانوان در برابر مصیبت ها کم تحمل تر هستن، وقتی یک برادری از دنیا میره یا پدری از دنیا میره، فرزندی از دنیا میره، بسیار ممکنه گریه بکنن، بله، فرشانه بکنن، ناله بکنن، در پنهان کردن در احساسات، بله، ضعیفترند. بله، ولی میبینیم که چه صبری، چه استقامتی خداوند به این بانوان داد که اون لحظه ای که حضرت حسین ابن علی با خواهران، با جناب زینب کبری سلام الله علیها، با سکینه، با فاطمه دختر دیگرشون خداحافظی میکردن، اینا که گریه میکردن، فهمیدن نه، مبادا دشمن احساس کنه که شما، در شما ضعفی به وجود آمده، به این استقامت رو حفظ کردن. یه رقمی نشد که به تعبیری دشمن بتونه اینا رو احساس بکنه که شما ضعیف شده، ما بر شما غالب شدیم. او شجاعت خودشان رو حفظ کردن. اتفاقا استاد، بعد از واقعه عاشورا شاید ایشان و به همراه عمه بزرگوارشان حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام مبلغان اصلی نهضت عاشورا بودند. بله، اینجا نشان میده که چقدر صبر و استقامت حضرات در چه سطحی بوده که توانستند این نهضت و پیام عاشورا رو برسانند.
بله خب کسی که به تعبیر شما بر عواطف خود مسلط نباشه نمیتونه خوب صحبت بکنه، بله. خوب سخنرانی بکنه، گریه مانع میشه، اون حزن مانع میشه. کسی باید بسیار مسلط باشه بر روح و روان خود که در اوج مصیبت افکار خودش جمع بکنه و بتونه حق و حقیقت را به مردم بیان بکنه و این نشان دهنده اون پختگی شخصیت یک انسان هست که دشمن نتونه در اوج مصیبت اون از بیان حقایق باز بداره. از صفات با فضیلت جناب سکینه سلام الله علیها شجاعت بی بدیل بود. خب در کنار وجود مقدس امام زین العابدین و دختر دیگر حسین ابن علی فاطمه بنت الحسین که همه مبلغان عاشورا بودند در جاهای مختلف و باز بی بی زینب کبرا عقیله بنی هاشم اینا با شجاعت تبلیغ میکردند. خب بالاخره اینا میدانستند که خط حسین ابن علی خط بیان حقیقت است، مبارزه با باطل هست. امام به خاطر امر به معروف نهی از منکر قیام کردند، به خاطر اینکه به سیره پیامبر عمل بکنند و مردم در غفلت هستند. خب کی باید بیان بکنه؟ اینا بیان میکردند. در اون زمانی که مثلا یزید شادی میکرد، سکینه سلام الله علیه فرمود ای یزید شاد نباش در کشتن پدرم. فرمودن این شخصیتی که تو در شهادت او شادی میکنی برای حق قیام کرد و به سعادت شهادت نائل شد، اما فردایی هست و قیامتی هست و از تو بازخواست خواهد شد و تو چه پاسخی خواهی داشت؟ به هیچ پاسخی نه. این سخن گفتن در مقابل اون کسانی که به تعبیری خب مشخص ظالم هم بهش کسی هم رحم نمی کنن بسیار شجاعت. یا مثلا در بعد جریان عاشورا، خب در زمانی که حضرت زندگی میکردن، چون حضرت تقریبا تا سال 107 قمری زنده بودن و تقریبا حدود 70 سال عمر کردن، خب حضرت بسیار مشکلات دیدن در این جامعه به خاطر ای که شاخص بودن و دشمنها با اینا دشمنی فراوان میکردن. اینا خبر شدن که یک وقتی در منبرها مثلا خطیب به وجود مقدس امیر مومنان بد و بیرا و سب میکنه، حضرت میرفتن در روبروی او از حق دفاع میکردن، حق را بیان میکردن و او که نمیتونست به شخصیت ایشان جسارتی بکنه و همراهان ایشان که بود اگر کنیزهایی بودن اونا را اذیت میکردن. این شجاعت که حرف حق را بیان کنن، حقیقت را بیان کنن، این در شخصیت همه خاندان اهل بیت هست و در ایبانوی گرامی هم به وضوح مشخصه. تبلیغ و بیان پیام عاشورا یعنی فصاحت و بلاغت، خب یکی از ویژگی ها و فضائل همه اهل بیت است، سخنور بودن و مرثی سرائی، اشعاری که در قالب ای اشعار هم حقیقت را بیان میکردن، هم از مظلومیت خودشان و هم بیدارگری میکردن، باطل بین میبردن. یا مثلا یک وقتی یزید پرسید که، یا کسی دیگری پرسید که شما اسرای کجا هستید؟ فرمودن ما اسرای آل محمدیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی با این جمله کوتاه هم پلیدی او کسانی که اینها را به اسیری گرفتن بیان کردن که خب اگر آل محمد یعنی پیامبر، خب اینا که نباید اسیر بشن، هم مردم را بیدار می‌ساختن و هم حقانیت خود که ما یک آدم‌های ناشناخته نیم، یک آدم‌هایی که از کشور خارجی آمده باشیم و با اسلام اینا سرکار نداشته باشیم، ما خاندان پیامبریم. با این جمله هم حق را بیان کردن، هم دشمن را رسوا ساختن. تبلیغ جریان عاشورا در جاهای مختلف، مادر گرامیشان جناب رباب که عرض کردیم، اینا یه اشعار بسیار زیبایی دارن در بیان مرثیه و بیان شخصیت حسین ابن علی. مثلا در برخی از اشعار می‌فرمایند که حسین من هرگز شما را فراموش نمی‌کنم، شما اون نوری که با او زندگی‌ها روشن می‌شد او را در کربلا با شمشیر و نیزه شهید کردند،
اون حقیقتی که مانند کوه پناه ما بود بوره در کنار به تعبیر شط فرات شهید کردن. و بعد از شما چه کسی پناه یتیمان و بیوه زنان و فقرا باشن؟ جناب سکینه سلام الله علیها نیز اینا هم در وقتی که حرکت میکردن در زمان اصاله، هم در وقتی که برگشتن از کربلا، اینا مرثیه را تمام نکردن. هم وقتی که در خود شام مرثیه به تعبیر عزاداری میکردن، مردم را بیدار میکردن، هم در برگشت که باز رسیدن به کربلا، باز اونجا چند روز اقامت کردن مرثیه و عزاداری کردن، و هم خوب در وقتی که به مدینه آمدن باز ایشون سخنرانی میکردن، تبلیغ میکردن، در جمع بانوان بیدارگری میکردن، حقیقت را بیان میکردن و ساکت و خاموش نبودن. و صحبت های این بزرگوار و همچنین زینب کبرا سلام الله علیها و باقی خاندان اهل بیت بسیار در بیدارگری مردم اثرگذار بود. بسیار تشکر استاد، بسیار دلچسب و دلگرم کننده و مفید بود صحبت ها و فرمایشات از اتالی امشب، و مثل همیشه برای بنده و همراهان بسیار سازنده، و انشالله که بتوانیم از این فرصت هایی که دست میته با توجه به وقت های اندکی که داریم بهترین استفاده رو بکنیم. مثل همیشه با دست پر آمدید و فقط به صورت تیتروار بعضی از فضایل حضرت رو لطف کردید و بیان کردید. انشالله که در برنامه های بعد حضرت عالی رو زیارت بکنیم، انشالله باز هم با موضوعات دیگر در خدمت شما باشیم. تشکر از زحمت شما. سلامت باشیم. در خدمت شما بزرگواران بودیم با لطف و امتنانی که به بنده و همکارانم داشتید. انشالله که بتوانیم در برنامه های بعد هم در خدمت گذاری شما عزیزان حاضر باشیم. به دعای خیر شما محتاج و به دیدار شما مشتاق. یا حق.